شون دعوت کردیم در برنامه باشن. دبیر پیشین کنفدراسیون دانشجویان مجید زربخش از فرانکفورت هستن. آقای زربخش، ممنونم از وقتتون و حضورتون در برنامه. شما به هر حال یکی از قدیمی ترین ها در این زمینه هستید و تجربیات خیلی زیادی دارید. در اون سالهایی که جنبش دانشجویی داشت به نوعی شکل میگرفت حضور داشتید از نزدیک. برامون یک مقدار از مطالبات جنبش دانشجویی بگید که در سالهای گذشته چه بوده و چه تحولاتی صورت گرفته در این مطالبات و امروز چه تغییری داشته؟ با کمال میل سپاسگزارم از دعوت شما برای این برنامه و با درود به شما و شنوندگان بینندگان گرامی. عرض کنم که جنبش دانشجویی در واقع از آغاز تأسیس دانشگاه در ایران، جنبش دانشجویی جنبشی فعال و در این حال جنبشی اعتراضی بوده، همواره به دلیل شرایطی که در ایران حاکم بود. در 3 سال بعد از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1316 به رغم دیکتاتوری پرقدرتی که حاکم بود در ایران، ما با اولین جنبش اعتراضی با اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی در تهران روبرو میشیم. بعد از اون و پس از جنگ دوم خیلی خلاصه کوشش میکنم برای اینکه نشان داده بشه که جنبش دانشجویی به هر حال بر چه بستری حرکت کرده و چه دورانی پشت سر گذاشته، و در این حال پاسخی داده باشم به این پرسش شما در مورد اینکه جنبش دانشجویی جنبشی مستقل بوده، جنبشی وابسته به سازمان‌ها و احزاب حاکمیت بوده و غیره. برحال بعد از شهریور 1320 با توجه به فضای نسبتاً بازی که پس از برکناری رضاشاه در ایران به وجود آمد و شرایط پس از جنگ دوم جهانی، امکانات فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در ایران فراهم آمد و در کنار احزاب و سازمان‌های سیاسی جنبش دانشجویی شروع کرد به شکل گرفتن و گسترش پیدا کردن. در سال 1324، 4 سال بعد از شهریور 20، در حقیقت نخستین فعالیت‌های متشکل دانشجویی به صورت شورای دانشکده ها در دانشکده های مختلف ایران به وجود آمد. این شوراها در سال 1328-29 در هم ادغام شدند و سازمان دانشجویان دانشگاه تهران را به وجود آوردند که اینجا در واقع هم مسئله استقلال هم با مسئله وابستگی در این نخستین سازمان بزرگ پارچه‌ای که در ایران به وجود آمد، هم مسئله استقلال هم مسئله وابستگی به احزاب بود. در واقع این سازمان تحت تاثیر فعالان چپ که در اون زمان در واقع حزب توده اونها رو نمایندگی میکرد، تحت تاثیر اون بود. در این حال یک جنبش مستقل بود به این معنا که در واقع جنبشی فراگیر بود و دانشجویان را با گرایش های مختلف در بر میگرفت. بنابراین که میبینیم هر دو ویژگی را داشت در اون دوران. بله. در فاصله میان سالها آقای زربخش، من عذر میخوام این رو برای اینکه بتونیم یه مقداری خلاصه تر هم بشه به این بپردازیم که بعضی ها صحبت از این میکنن که 16 آذر و اتفاقاتی که در 16 آذر سال 32 افتاد از چند روز قبلش و اعتراضاتی که شکل گرفت، شکلش بیشتر به دلیل اینکه حالت استکبار ستیزی داشت، به هر حال اعتراض بود به رابطه شکل رابطه ایران و انگلیس و مواردی که وجود داشت. ورود کاردار سفارت انگلیس به تهران مطرح بود و مسائلی از این دست. بعضی اعتقاد دارن در طول سالهایی که گذشته و به امروز رسیده، مخصوصا بعد از انقلاب و اون شرایطی که الان داره و در 18 تیر دیدیم اتفاقاتی که افتاد و اعتراضاتی که در اون زمان شکل گرفت، بعضی ها میگن این تحولاتی که صورت گرفته در
مطالبات دانشجوها دیگه 16 آذر نمایندگی نمیکنه اون مطالبات رو و بهتره که روز دانشجو تغییر بکنه به 18 تیر که مطالبات امروز دانشجویان رو بیشتر میتونه نمایندگی بکنه. میخوام نظر شما رو در این باره بدونم درباره این تحولات. عرض کنم که 16 آذر به این ترتیب نبوده که استکبار ستیزی بوده. 16 آذر بر مبنای مطالبات آزادی خواهانه بوده، عمدتاً مخالفت با استبداد و خواست آزادی و در این حال خواست استقلال، آنچه که مربوط به خارج هست، دخالت اونها در امور داخلی ایران و دخالت اونها در کودتای 28 مرداد است که متجلی میشه. بنابراین اساساً 16 آذر در واقع جنبشی است علیه دیکتاتوری، استبداد، دخالت خارجی در امور داخلی ایران و جنبشی است برای آزادی، عدالت و رشد. این در حقیقت از اون زمان تا الان نه فقط مطالبات دانشجویان ایران و جنبش دانشجوی ایرانه، بلکه در واقع مطالبات عمومی مردم ما بوده. متاسفانه با گذشت این همه سالها همچنان مطالبات اساسی مردم ماست. آنچه که به تغییر این مناسبت ها مربوط میشه، حتی اگر این مطالبات به گونه ای تغییر میافت که همونطور که گفتم اساسا تغییر نیافته، باز هم تغییر این مناسبت زیاد معنایی نداره. من مثال میزنم برای شما. میدونید روز اول ماه مه به عنوان روز کارگران در سرتاسر جهان، به استثنای آمریکا که تعطیل رسمی نیست، در بسیاری از کشورها، تقریبا در تمامی کشورهای اروپایی، در واقع روز اول ماه مه تعطیل عمومیه. روز اول ماه مه مناسبتش در واقع از آمریکا میاد، از حکم اعدام 4 تن از رهبران سندیکا در فاصله 1887 تا کنون که اون حکم اعدام جاری شد و اون 4 نفر اعدام شدن، تا کنون جنبش کارگری جهان تحولات بزرگی را از سر گذرونده، ولی کماکان آنچه که به عنوان روز کارگر باقی مانده همون حادثه ایست که در سال 1800 با گذشت 25 سال همون حادثه ای که در سال 1887 رخ داده. بنابراین این تغییر همونطور که گفتم اصولا الان غیر قابل مقایسه است وضعیت جنبش کارگری. این حادثه هم 3 سال بعد از اون اتفاق توسط کنگره بین الملل سوسیالیست‌ها به عنوان روز جهانی کارگر بود و به قوت خودش باقیه به عنوان روز جهانی کارگر. همین در مورد 8 مارس روز جهانی زنان و مناسبت‌های دیگر صادقه. بنابراین هیچ دلیلی نیست در واقع این تغییر، به ویژه اینکه در واقع تیر ماه 78 در ایران تولد دوباره جنبش دانشجویی و به عنوان در واقع ادامه دهنده مبارزات، به این معنا که مجددا دانشگاه کانون مبارزه برای آزادی میشه. اینه که من فکر میکنم در واقع زیاد موردی نداره. بله. ممنونم آقای زربخش از وقتتون و حضورتون در برنامه روی خط. مجید زربخش، دبیر پیشین کنفدراسیون دانشجویان.